hi dear friends hope you're doing great i'm hannah and in today's video we're going to have another lesson about pronunciation topic and in this video we will talk about two consonant clusters the first one is sp and the second one is tw at the beginning of the words و اومدم امروز تا یه درس دیگه از سری درس های تلفظ رو با هم داشته باشیم که توی این درس میخوایم در مورد مجموعه حروف بی صدا صحبت کنیم دو تا مجموعه حروف میخوایم در موردش صحبت کنیم امروز اولی SP و دومی TW در ابتدای کلمات هستن بریم شروع کنیم این درس رو دو... کلمات رو یاد بگیریم معنیاشون و تلفظاشون رو بعد اونا رو در قالب مثال هایی با هم تمرین کنیم سپلات سپلات دقت کنید سپلات میتونه معنی های خیلی متفاوتی داشته باشه توی مثال هایی که تو ادامه ویدیو داریم معنی شلاپ یه چیزی که اینجوری یه چیز رطوبت داری وقتی میخوره یه جایی صدا شلاپ شلوب که میده اون شلاپ منظورم ده ولی در جملات دیگه ممکنه معنی تخته بده ممکنه معنی میله تزئینی پشت صندلی رو هم بده The next one is split. Split. شکستن از هم جدا کردن یا اگه اسم باشه معنی پارگی و جدایی هم یا شکاف هم میده. به تلفظش دقت کنید. S P اول کلمه اومده. به این صورت تلفظ میشه. splat. split. split. اسپلیت. نه. splat. split. بین و اس و پی هم صدایی قرار نمیگیره. سپلت. سپلت. بریم مثال هامون رو با هم یاد بگیریم، کلمات جدید یاد بگیریم، تلفظاشون هم همینطور. Gas can split a log. The log had mud on it. Gas can split a log. The log had mud on it. گاز میتونه یه کنده درخت رو بشکنه. روی کنده گل بود، گل وجود داشت. کلمه این که قبلتر هم یاد گرفتیم لاگ لاگ اینجا معنی کنده درخت میده پس در واقع میدونیم ماد هم معنی گل میده بعدی A big mud glob hit gas Splat A big mud glob hit gas Splat یه تیک گل بزرگ به گاز برخورد کرد شلاپ این همچنین صدایی داد منظور اینه A big mud glob hit gus. Splat. معنی glob رو هم توی ویدئو قبلی یاد گرفتیم. Glob معنی تیکه کوچیک یا قطره کوچیک از چیزی رو میداد. ولی اینجا چون big باهاش اومده big mud glob رو تیکه یه تیکه قسمت گل بزرگ معنی کردیم. So, gus can split a log. The log had mud on it. And a big mud glob hit gus. Splat. جمله بعدی. a slat on the sled had split a slat on the تخته باریک میده ورقه تخته باریک سلت هم میدونستیم که میشه سورتمه معنیش میشه تخته باریک یک تخته باریک روی سورتمه شکافته شد حالا یک تخته ای داشته اون سورتمه اون تخته شکسته شکافته شده Glenn had a on strip on the split. Glenn had a thin strip on the split. Glenn یک نوار باریکی تیکه باریک از جنس قل روی اون شکاف گذاشت. در واقع تن معنی قل یا معنی قوطی هم میده اما اینجا چون صفت جنس قل منظورمونه یک نوار باری از جنس قل گذاشته روی اون شکاف so a slit on the sled had split Glenn had a thin strip on the split. The thin strip did not fit the split. The thin strip did not fit the split. اون نوار باریکی که از جنس قلب گذاشت اون رو به شکاف نخورد. A tin, the tin strip did not fit the split. نخوردن به هم. حالا به جمله بعدی. If Glenn can trim this strip, it can fit the split. If Glenn can trim this strip, it can fit اگه گلن بتونه نوار باریک رو مرتب کنه، کوتاه کنه، ممکنه به شکاف بخوره. Trim در واقع میشه اصلاح کردن، مرتب کردن. اینجا معنی کوتاه کردن هم میده. پس the thin strip did not fit the split If Glenn can trip this tri trim the strip, trim the strip, it can fit the split بریم سراغ consonant cluster بعدی. Twig. Twig. ترکه یا شاخه درخت کوچیک شاخه کوچیک درخت ترکه چیز نازک رو میگیم توین کلمه بعدی توین توین دو غلو. دو نفری که با هم قل هستن دو سو so, twig and twin. تو تو, تو، توین. توین. توین توین نمیگیم توین تو توین. کلمه بعدی هم هست تویت 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 هم کل معنی, معنی های متفاوتی میتونه داشته باشه باز بستگی به کانتکست و جملهمون داره معنی سرزنش رو ته میده معنی آدم احمق یا آدم در واقع معنی مناسب نیست ولی توی فارسی میگیم چلغوز یا ای به کسی رو یادآوری کردن به عنوان فعل هم معنی میده بریم سراغ جملاتمون The twig had a big plum on it The twig had a big plum on it. شاخه کوچیک درخت یه آلوی بزرگ روی خودش داشت. آلو داشت. یعنی یه آلوی روش رشد کرده بود. Did the big plum snap the twig? Did the big plum snap the twig? آیا آلوی بزرگ شاخه کوچیک درخت رو شکست؟ پس snap اینجا به عنوان فعل معنی شکستن میده. So, the twig had a big plum on it. Did the big plum snap the twig? جمله بعدی براد هاد توین گلن براد هاد ا توین گلن براد یک برادر دوقلو داشت براد براد یک دوقل داشت به نام گلن و بعدی هم همینه گلن هاد ا توین براد گلن یک دوقلو داشت یک قل به نام براد سو براد هاد ا توین گلن گلن هاد توین براد بریم سراغ جملات بعدی تام کات ا توگ د توگ هاد ا بات آن ایت Tom cut a twig. The twig had a bud on it. Tom یه شاخه کوچیک درخت یک ترکه رو برید. روی اون شاخه کوچیک یا روی اون ترکه یه قنچه بود. در واقع باد معنی قنچه یا جوونه میده. جمله بعدی Tom set in a pot in the, the twig in a pot in the sun. Tom ترکه رو یا شاخه کوچیک درخت رو توی گلدون زیر نور آفتاب گذاشت. پس Tom cut a twig the twig had a bud on it Tom set the twig in a pot in the sun این هم از درس مربوط به consonant cluster های SP و TW در اول کلمات امیدوارم که تونسته باشید تلفظ ها و معانی کلمات رو یاد گرفته باشید و تلفظ درستشون رو هم باهاشون آشنا شده باشید امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه اگه اینطور بود لطفا ویدیو رو لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید توی قسمت کامنت ها هر کلمه دیگه ای که بلد هستید و با این دوتا کانسننت کلاستر شروع میشن رو برای ما حتما کامنت کنید ممنونم از اینکه تا پایان ویدیو همراه من بودید و روزتون بخیر